شما بیننده ادامه ویژه برنامه یسر علی‌وا به مناسبت ششم جدی هستین و در این بخش همچنان مهمان گرامی با خود داریم، محترم خلیل الله شهیدزاده و پیرامون بحث شیش جدی سال روز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان. صحبتهایشان با خود خواهیم داشت انشاءالله که بیننده باشیم. سلام بر شما، بسیار خوش آمدیم. سلام علیکم. جناب شهیدزاده صاحب گرامی، از اونجایی که بحث شیشه جدی واقعاً یکی از روزهای میشه گفت سیاه در افغانستان شمرده میشه و صحبت‌ها روایات مختلف درباره این روز وجود داره، می‌خوایم که در ابتدا مقدمه شما و صحبت شما درباره این روز داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم. خدمت شما همکاران عزیز و همه بینندگان و شنوندگان گران قدر عرض سلام دارم، روز همه بخیر. بروی شهدای عزیز افغانستان، شهدای راه دین و آزادی، شهدای راه استقلال سلام و درود میفرستیم. ارواحشان را از الله عزوجلال آرزو مندیم که خوشنود داشته باشه و به تمام مجاهدان راه حق و آزادی افغانستان که در هر دوره جانفشانی کردن، تلاش کردن، سلام می فرستیم. در هر جایی که هستن که حقوقی بر گردن ما دارن به خاطر آوردن آزادی و عزت برای افغانستان، خداوند آنها را در پناه عصمت خود نگه دارد. و سلام ویژه، درود ویژه هم داریم بروی شهدای عزیز و مظلوم فلسطین که واقعا این شب و روزها و مثل که ما روزهای سخت مظلوم بودیم و با ارتش شوروی دست و پنجه نرم میکردیم، اونها امروز واقعا همون گونه مظلومیت با یک ابرقدرت جهانی دست و پنجه نرم میکنن. خداوند با انها فتح و نصرت بده و خداوند شهدای مظلوم غزر، شهدای عزیز ما روحشان شاد بداره و شهادتشان قبول بفرمایه و خداوند از غیب برایشان یک نصرت بده که این ظلم و این تعدی از سرشان کم بشه و خانه خدا، بیت المقدس و قبله اول مسلمین از لوس همه کفار پاک بشه انشاءالله. یقینا روز شش جدی یکی از روزهای سیاه و روزهای شوم تاریخ افغانستان هست که در این روز اتحاد و جماهیر شوروی بیشرمانه و با یک هجوم بسیار وحشیانه که از چندین کشور کنار هم قرار گرفته بودن و اون روز اتحاد به نام اتحاد جماهیر شوروی بود، یعنی یک کشور بست، تنها روسیه نبود، همه اینها ارتش اصطلاح تحت یک قمانده و افغانستان متاسفانه که حمله کردن و یک روز سخت و روز ناگواری به تاریخ افغانستان هست که هر افغانی و هر مسلمانی این روز شاید فراموش نکنه. من صحبتم بیشتر برای جوانها هست، برای خواهران و برادرانی که در اون روزها تولد نشده بودن یا نوجوان بودن یا چیزی به یادشون نیست، طفل بودن، چون بزرگان همه میفهمن چه کسانی که در صف جهاد بودن و چه کسانی که هر شغل داشتن، آنها اون وحشت و دهشت رو به سر و چشم مشاهده کردن، با آنها به یادشون هست. ولی اصلا این برنامه ها در واقع به خاطر زنده نگه داشتن تاریخ افغانستان و یاد آوری از شهدا و یاد آوری از قهرمانانی که در مقابل یک ارتش استادن و از این خاکی که امروز به نام افغانستان ما به او افتخار داریم و او زندگی میکنیم، این خاک را از سیطره کفر نجات دادن و شوروی ها، اتحاد شوروی در زمانی که تجاوز کرد اصلا فکر نمیکرد که در افغانستان شکست میخوره، چون در اون زمان وضعیت اقتصادی، وضعیت
تسلیحاتی مردم افغانستان مجاهدین به حد ضعیف بود که آنها فکر میکردن بسیار با یک مدت کم افغانستان اشغال میکنن و از طریق افغانستان به آبهای گرم بحر هند میرسن و بالاخره منتقل میگیرن و برنامه های خود پیاده میکنن. اما با نصرت الهی و با همت یک ملت مسلمان و ملت قهرمان و ملت فداکار و ملت ایثارگر و ملت وطن دوست و در مقابل اینها مواجه شدن و تمام تیورسن ها و تمام فکر و اندیشه ای که نسبت به افغانستان داشتن متاسف و خوشبختانه تغییر کرد، به خاطری که دیگر نتونستن به آرمان های خود برسن و دیدیم که باز همونطور خار و زبون و ذلیل افغانستان رو باز ترک کردن. ابعاد گسترده شیشه جدی در واقع به این برنامه های کم و صحبت های اندک ما نمیشه. اگر کارشناسی بشه و که در زمان خود چقدر این یک ظلم کلان بوده که یک کشور مثل اتحاد و شوروی با همه ساز و برگ نظامی خود یک ملت بسیار مظلوم و توحیده است، یک همسایه که آزار او به هیچ کس نرسیده، حمله میکنه از زمین و هوا، بیش از صدها هزار افراد مسلح، تانک، تیاره، سلاح‌های بسیار پیشرفته خود داخل افغانستان میشه، با یک وحشیگری بسیار ظالمانه افغانستان را مورد تخت و تاز قرار میده و در واقع بار دیگر همو ظلم چنگیز و همو ظلم هایی که در جنگ های جهانی شده بود در واقع به افغانستان دوباره اینا تجربه کردن مردم ما و دوباره اینها این ظلم خور و مردم احیا کردن. یقینم که امروز که ما سالها هست تقریبا بیش از 40 سال از این حادثه 40 چند سال میگذره، در سال 1358 بوده تا فعلا، تقریبا ما هنوز تمام صدمات و ضرباتی که افغانستان خورده و تجاوزات بعدی که به افغانستان صورت گرفت، همه اینها رو ما ناشی از تجاوز شوروی میدانیم. به طور مثال اگر ما مثال بزنیم که یک باغر، یک دزد یا دزدانی حمله میکنن، دیوار رو تخریب میکنن یا رخنه حضور به اصطلاح دیوار رو رخنه میکنن، وسیله تجاوز اونها به یک حریم میشه، خب صاحب باغ یا همون مردمی که در اون باغ هستن اینها هم در یک حالت قرار میگیرن، چون مورد تجاوز قرار میگیرن نمیتونن در واقع که رخنه های باغ بسته کنن. بعد همون دزدان و دزدان بعدی و بعدی با یک تأسی از اون دزد اول و پیروی از دزد اول تأثیراتی که داره، اونا تجاوزات خود را پشت سر هم انجام میدن. یعنی ما تجاوزاتی که بعداً به افغانستان صورت گرفت یقیناً اینا تجاوزاتی بود که شوروی به نوعی به دیگران آموزش داد و به نوعی افغانستان میدان رقابت قرار داد، که یک دم دیدیم که بلوک شرق آمدن، باز دیدیم بلوک غرب آمدن و مردم افغانستان واقعاً طی این 50 سال اخیر که از در مبارزه و در انقلاب و در دفاع از افغانستان سر میبرن، همه اینها از روز شروع شد که اتحاد شوروی حریم و حرمت افغانستان شکست. اتحاد شوروی بر مردم افغانستان یک مصیبت کلان و بار آورد و مردم افغانستان را مورد تخت و تاز قرار داد. البته در زمانی که حکومت شاهی در افغانستان سقوط میکنه، از همان روز روس‌ها وارد عمل میشن، نه تنها که از شیش جدی سال 1358 یا 1357 که ما بگیم هفت سور بوده، پیش زمینی او روس‌ها در افغانستان عملا کار میکردن، افراد را از افغانستان به اتحاد شوروی به چکسلواکیا بردن، تربیه کردن و آمادگی داشتن برای تجاوز به افغانستان، خود دنبال فرصت و بهانه میگشتن که او فرصت‌ها پیدا شد و در واقع به افغانستان جفای کلانی کردن، ظلم کلانی کردن. امروز اگر ابعاد تجاوزات شوروی در افغانستان با کمال تأسف در زاویه‌های تاریک مونده،
یکی از علتهایی است که در اون زمان رسانه هایی که مثل امروز ما دسترسی به رسانه ها، فضای مجازی و اینترنت ها، تلویزیون ها، تلفن ها، رادیو ها باشه، اون روزها متاسفانه اینها نبود. اگر هر ستمی که به افغانستان میشد، این ستم ها و این ظلم ها پوشیده میموند. توان فیلم برداری نبود، دستگاه فیلم برداری نبود و این فریادها در گلو خاموش میشد. هزارها هزار انسان زنده به گور شد ولی ما تصویری ندیدیم، دیدیم استخوان‌ها از اینا رو دیدیم. فکر کنید که زمان اینا زنده به گور میشن، اینا در دل شب اینا آورده میشن، اینها به جرم افغانیت و به جرم اسلامیت و به جرم آزادی خواهی، به جرم مظلومیتی که در خانه خود مظلوم هستند و حق دفاع کرده از خود نمیتونن، امروز یک ارتشی با او هیبت و با او غرور کاذب خود میای یک ملت مظلوم را شب میبره زنده اینا به گودال ها به زیر میکنه. فکر کنید اگر یک دست گور دست جمعی ای در همون زمان یا فعلا از یک آثار میمون که این فیلم پخش میشد که لحظه ای که بالا از اینا خاک میریختن، لحظه ای که اینا در داخل از این گودال ها مینداختن چه حالتی بود، یا در شکنجهگاه هایی که اینا داشتن که هزارها انسان تکه تکه کردن، با چوب، با چاقو، با چوب کشتن، ناخونه از اینا کشیدن، اما همه چیز چون هیچ آثار از خود نگاه نداشتن، هیچ رسانه ای نبود، هیچ دوربینی نبود که این مظلومیت ها رو به دنیا منعکس بکنه. بله. امروز اگر در فلسطین شما میبینید که به سر مردم فلسطین ظلم روا داشته میشه، همه ما تا اقصا نقاط دنیا میفهمه که امروز در غزه چی میگذره، اما در غزه افغانستان، در ظلمتگده افغانستان، هر ظلم و تجاوزی که شد با کمال تأسف پوشیده مان. امروز نسل جوان ما، نسل نوپای ما، نسلی که تازه به تاریخ افغانستان آشنا پیدا میکنه، اینها متوجه کمتر هستند، چون تاریخ را با کمال تأسف به شکل پیچیده کردن که حقایق در درون تاریخ گم کردن. ورنه وقتی که انسان متوجه میشه که در یک سیل خروشانی که تمام افغانستان فرا میگیره، یک زلزله، یک سونامی و تمام مردم افغانستان در درزی سونامی میسوزه و در مقابل یک ابرقدرت، در مقابل تانک، تیاره، در مقابل سلاحی که اصلا مردم افغانستان او رو ندیده بوده، نشناخته بوده، هیچ راه دفاع ندش، ما این خانه های گیلی، این خانه های پلاس ما اصلا تاب مقاومت مرمی و تفنگ و توپ و هاوان نداشت. فضای آسمان مثلا از میگها و از تیاره های هلیکوپتر های جنگی و توپدار، زمین به این شکل. یقینا وقتی که انسان ایره تصور میکنه، اگر فیلم سازهای باشن که این خیالات رو به فیلم بکشن، شما یقین کنن دل هر انسانی آب میشه که او لحظه و مظلومیت برای مردم افغانستان مشاهده کنه. اما در عوض مردم افغانستان با آن که شهید دادن، خون دادن، جان دادن، یک چیز رو ثابت کردن، به تاریخ ثابت کردن، هم برای دنیا هم برای خود ثابت کردن که افغانها یک ملت مسلمان، یک ملت با عقیده و یک ملتی که ظلم و ستم خارجی نمیپذیره، استعمار نمیپذیره، بیگانه ستیزه. این هم چیزی بود که پنهان بود در افغانستان و ایران نشان دادن. فعلا مردم دنیا، ما مردم افغانستان هر او زاویه هایی که در واقع ناشناخته مانده بود از اجتماع یا جامعه شناسی افغانستان، ایران متوجه شدن که این ملت با این ویژگی ها، اگر پدران از اینها با همراه انگلیس مبارزه کرد با دست خالی، فرزندان اونا در مقابل ابرقدرت شوروی و ابرقدرت های دیگری که تجاوز کردن استادگی کردن. این یک درس و پیام داد. امروز نسل جوان ما، امروز فرزندان افغانستان، چی در داخلن چی در خارج، باید بدانن که این سرزمین و این وطن با این شیوه و با این عقیده و با این ایمان، این افغانستان امروز به یک افغانستان مستقل و یک افغانستان آزاد تبدیل کرده. و امروز اگر شهید داده، اگر خون داده، اگر جان داده، اگر گرسنگی کشیده، اگر آوارگی و مهاجرت دیده، اما سرزمین خود را حفظ کرده. امروز او خواب که شوروی میدید،
که افغانستان جز یکی از ایالت‌های اتحاد جماهیر شوروی است، الحمدلله این خواب و این خیال به ابد از بین رفت. او استعمارگری و او امپریالیستی که شوروی داشت که میخواست به افغانستان حکم نظام خود را پیاده بکنه، با سرمایه های هنگفت آماد، با پول های هنگفت آماد، با قدرت هنگفت آماد، امروز به اون نتیجه رسید که نه، این افغانستان قابل تسخیر نیست. این کشور دین این مردم، عقیده این مردم، وحدت این مردم، حریت این مردم اجازه نمیده. این درس تاریخی را هم برای آنها داد و هم برای خود افغان ها. این یک ثروت سرمایه ملی هست برای ما. درسته که امروز ما شهید دادیم، آواره شدیم، خون دادیم، جان دادیم، کشته شدیم، اما اینم باید بدانیم که با قیمت اینها ما کشوری داریم به نام افغانستان. ما امروز الحمدلله در کشور خود نماز میخوانیم، روزه میگیریم، شعائر دینی داریم و ما استقلال داریم، آزادی داریم، حریت داریم. گرچه که شهید دادیم و خون دادیم و جان دادیم، بهای او الحمدلله امروز ما داریم. و این نسل ها باید بفهمند، افغان ها باید بفهمند، جوان ها باید بفهمند که عزیزان من، پدران شما، مادران شما، کسایی که در شما شاید چهره های نار ندیده باشین، روز که شوروی اینجا تجاوز کرد نگذاش که شما به استعمار شوروی در بیاییم، نگذاش که اینجا هرات و مزار و میمنه و بلخ و کابل جزء خاک روس ها بشه و امروز مورد تجاوز قرار بگیریم و امروز خدای نخواسته عقیده و دین و ایمان ما همه زیر سوال بره. الحمدلله با او مقاومت، با او جانفشانی، با او قهرمانی امروز صاحب کشوری هستیم که در از او افتخار میکنیم و به خود میبالیم که ما الحمدلله مسلمانیم و اهل ایمانیم و به شهدای خود افتخار میکنیم، با مجاهدینی که در راه حق و آزادی، در راه عدالت، در راه دفاع از ایمان و دفاع از دین و دفاع از خاک افغانستان دفاع کردن، به همه اونها واقعا ما افتخار میکنیم که تونستن که این وطن خود را نجات بدن و این وطن امروز الحمدلله در جغرافیای سیاسی به عنوان یک کشور باشه و ملت او سربلند و با افتخار به او زندگی میکنن. بله، سپاسگزاریم جناب شهیدزاده صاحب گرامی. واقعا ابعاد مختلف و صحبت‌های بسیار خوب و مفید و معلومات بسیار آموزنده ای درباره این روز ابعاد و بالاخره ظلم هایی که بر سر مردم افغانستان و این ملت همیشه غم دیده و رنج دیده شد، صحبت های بسیار خوبی داشتین. سپاسگزاریم. به گفته شما وقت کم، اما صحبت ها و درد دل ها و ابعاد بسیار مختلفی که در این تاریخ و در این روز بود بسیار زیاده. نمیتونیم ما در دقایق کوتاه به همه از اونا بپردازیم، اما امیدواریم حداقل رسالت خود در قبال این روز و در قبال آگهی دهی برای نسل جوان و نسلی که تازه وارد جامعه شده رسانده باشیم و کرده باشیم. از حضور شما هم سپاسگزاریم. اگر کدام حرف صحبتی باقی‌مانده باشه کوتاه در پایان میشنویم. تشکر، خواهش میکنم. خواهش به هر حال تشکری میکنم که این روزها باید یادآوری بشه و کسایی که جانفشانی کردن، قهرمانی کردن. امروز هزارها هزار بیوه، هزارها مادر، هزارها طفل یتیم که به صلاح اسلحه‌های شوروی امروز جان دادن، اینا حق دارن که با عزت زندگی کنن. در این خاک از اونا یادآوری بشه، از قهرمانی های اونها یادآوری بشه. اینا پیش قراولانی بودن که افغانستان را نگه داشتن از یک هجوم بسیار کلان. میگم ابعاد تجاوز شوروی خیلی زیاد بود، به خاطر که چون رسانه نبود ایره ما نمیتونیم که ما به کما حق او بیان کنیم. به هر حال پیام من این است که ملت افغانستان، وقتی که ما ملتی هستیم که باقی مانده و زنده مانده از همه تجاوزات، امروز وقت آنه که قدر وطن خود را بدانیم، قدر خاک خود را بدانیم، همدیگر خود را بپذیریم. هر کدام ما به نوعی به وطن خدمت کردیم، همه باید قدر بشه. کسی که امروز خانواده شهیده، مادر شهیده، خواهر و دختر شهیده، که چی در مقابل هر تجاوزگری مقابله کرده، چه اتحاد شوروی، چه اتحاد امریکا، چه ناتو، و امروز در افغانستان باید ارزش او، مقام او، جایگاه او باید باشه. این وطن را همه کار کردن، هر کس به نوبه خود در وقت زمان خود بالاخره زحمت کشیدن. وقتی هست که این وطن هیچ کس احساس بیگانگی نکنه، همه باید سهیم باشیم، همه برادر باشیم، با هم احترام بگذاریم. هیچ کس از هیچ کس برتر نیست الا به تقوا.
پروردگار میفرماید بهترین شما در نزد الله با تقواترین شماست. بنابراین این خاک مادر ماست و این خاک برگردن ما حق داره و این خاک باید حفظ بشه. هیچ جای دنیا برای ما امن آسایش نیست و عزت نیست الا به این خاک، الا به این کشور. درهای مکتب و پوهنتون ما باز باشه، علم و معرفت پیدا بکنیم، اقتصاد ما خوب بشه، ارتش قوی داشته باشیم، ملت واحد باشیم، کنار هم باشیم، همدیگر بپذیریم، همدیگر از همدیگر دور نکنیم، با همدیگر تسامح و تساهل داشته باشیم. کوشش کنیم بزرگان ما، کلانای ما، علمای ما، عزیزای ما، فرزندان خود کوچکترها را با شفقت و مهربانی به این وطن دست مرحبت به سرشان بکشن و بالاخره این وطن را همو استقلال و همو آزادی که شهدا بر ما با خون خود دادن، ما فرزندان خلف باشیم که این حفظ بکنیم، این نگهداری بکنیم. نگهداری این به چی میشه؟ نگهداری به تقوا میشه، به علم میشه، نگهداری به صداقت میشه، نگهداری زی مبارزه با فساد و مبارزه با رشوت و با همه چیزهایی که خدای نخواسته به لکه ننگ به خون شهدا میشه، این نگهداری میشه. همدیگر پذیر باشیم و علم و معرفت و دانش و عرفان و تسکیه و همه چیز ما در این وطن داشته باشیم که از این وطن ما رو دنیا به عنوان وارثین شهدا بشناسن، ما رو به عنوان قهرمانان بشناسن که این وطن را از دست خیلی تجاوزگران نجات دادیم. این برمیگرده به همه ما، این افغانستان همه ما باید با همدیگر بسازیم و همدیگر دوست داشته باشیم، کنار همدیگر باشیم و همدیگر از همدیگر دور نکنیم. هیچ کس گفتم از کسی بهتر نیست الا به تقوا، الا به خدا ترسی. هر کسی که بیشتر به افغانستان زحمت کشیده به خاطر الله، الله عزوجلال مزد او را هم در دنیا و هم در آخرت میده. سپاسگزار و تشکر خیلی خاص و ویژه داریم از شما و همچنان از همراهان عزیز و گرامی که برنامه عصر علیوار امروز تا پایان بیننده بودین و امیدوارم از صحبت‌های بسیار مفید و آموزنده‌ای که بزرگوارا در لابلای برنامه داشتن استفاده کرده باشین. رسیدیم به پایان که دیگر از این سلسله برنامه ها، از حضور شما مرخص میشیم. شب و روز شما خوش. الله حافظ و نگهدار شما باد.